درود بر بینندگان و شنوندگان فهیم کانال آوای ایران به دومین برنامه خبری امروز شنبه 13 همه آبان ماه خوش آمدید در دقایق پیش رو با دو عنوان خبری مهم در خدمت شما هستیم بمباران خانه رهبر حماس خط و نشان سفت و سخت اسرائیل برای نظام و نوچه هایش. افشای پشت پرده اتفاقات اخیر در منطقه جمهوری اسلامی و روسیه بازیگردانان حمله حماس به اسرائیل امروز 13 آبان ماه سال روز کشته شدن ناجوان مردانی ستار بهشتی به دست نیروهای صفاک و سنگدل جمهوری اسلامی است. به همین مناسبت بانو گوهر عشقی با انتشار ویدیویی از تجربه بازداشت ستار و همچنین رؤیای پسرش برای میهن و مردمان ایران زمین میگوید. نهم آبان ساعت دوازده ظهر در حیط در زورد. احساس کردم ایشون معموره در هم در هول داد رو دست خودم بود. شد. که دست خودم خونی شد. گفتم شاید من دختر بشتشم تو خونست. لخ باشه اقلا بزار لباسش بپوشه اینا. اصلا حرف من قبول نکردن اومدم تو پردر کندر. این پرده اینجا رو کندر آسطار نشسته بود. دست آسطار رو میخواد ببنده خودش دستی پوشش گذاشت بسر. گفتم اینه کجا میبری؟ گفت تهران گفتم تهران بزرگی چطوری من فهمم شما کجا میبری نشو؟ گفت خبر شمارت میاری آره راست میگه خبرش سه روزه بره من آورد همیشه به من گفت یه ایران آزادی باشه مردم شاد باشن تو فقر نباشن تو نازنه امت باشن خوش و خندان باشن یه ایران ها آزادی داشته باشه ان درود مردم شریف ایران نوید افکاری بمباران خانه رهبر حماس خط و نشان سفت و سخت اسرائیل برای نظام و نوچه هایش ساعتی پیش و در خبری فوری و مهم خبرگزاری رویترز به نقل از رادیو اقصا وابسته به حماس اعلام کرد که یک پهباد اسرائیلی به خانه اسماعیل هنیه رهبر حماس در غزه موشک شلیک کرده است بنا به گفته منابع مطلع خانه رهبر حماس در پی این حمله به طور کل تخریب و ساکنین آن که گفته شده از اعضا و فرماندهان ارشد این گروه هستند کشته شدند اما خود اسماعیل هنیه در حال حاضر خارج از غزه و در قطر زندگی می کند. اما بنا به عقیده تحلیلگران نظامی و سیاسی این حمله تنها پس از چند ساعت از سخنرانی مفتزهانی حسن نصرالله حاوی این پیام به جمهوری اسلامی و رهبران شبه نظامی نیروهای وفادار به علی خامنه است که تا نابودی کامل آنها اسرائیل دست بردار نخواهد بود. در همین ارتباط اسرائیل از کشتن چندین مرد مسلح و شناسایی تونل های حماس خبر داد و گفت این تونل ها بعدا تخریب خواهند شد. ارتش اسرائیل گفت در یک رویارویی نیروهای زمینی این کشور با گروهی 15 نفره از اعضای حماس جنگیدند. تعدادی از آنها را کشتند و پست های دیدبانی را گلوله باران کردند. در این گزارش اطلاعات جدیدی در مورد تلفات احتمالی اسرائیلی ها ارائه نشده است. نیروهای دفاعی اسرائیل گفتند شب گذشته یک حمله هدفمند را در جنوب نوار غزه انجام دادند. به گفته ی ارتش اسرائیل، شامگاه جمعه عملیات محدودی به وسیله نیروهای مهندسی رزمی و تانک ها انجام شد که نقش برداری از ساختمان ها و پاکسازی منطقه را از مواد منفجره کار گذاشته شده در پی داشت. بر اساس اطلاعیه اسرائیل در جریان این عملیات نیروهای ارتش با گروهی از نیروهای حماس که از یک تونل بیرون آمده بود مواجه شدند که جنگندهها آنان را گلوله باران کردند و کشتند ارتش اسرائیل حمله زمینی خود را به شمال غزه متمرکز کرده است اما تهاجمات محدودی را در جنوب غزه انجام می دهد تا این منطقه را برای مراحل بعدی جنگ آماده کند وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در تماس با همتای بریتانیایی خود گفت نیروهای مقاومت در منطقه از ایران دستور نمیگیرند. حسین امیر در گفتگو با جیمز کلورلی مدعی شد این گروه ها بر اساس ملاحظات و شرایط و نیز در راستای امنیت ملی کشورشان و امنیت منطقه تصمیم گیری می کنند. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا از اسرائیل به اردن سفر کرد. او قرار است با پادشاه این کشور دیدار و در نشست وزیران امور خارجه پنج کشور عربی شرکت کند. نجیب میقاتی نخست وزیر لبنان در دیدار با بلینکن در امان گفت که اولویت دولتش متوقف کردن جنگ اسرائیل در غزه و پایان دادن به حملات این کشور به جنوب لبنان است دیدار بلینکن با رهبران کشورهای منطقه با محوریت درخواستها درباره آتشبس فوری در غزه است با وجود اینکه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل آتش بس را تنها منوط به آزادی گروگانها کرده مذاکرات درباره توقف درگیریها در جریان است از سوی دیگر روزنامه تایمز بریتانیا در گزارش جدیدی ابعاد دیگری از فعالیت های گروه های مرتبط با جمهوری اسلامی را در تظاهرات لندن فاش کرد و نوشت حامیان رژیم ایران در این تظاهرات اعلامیه هایی را پخش کردند که در آنها به اظهارات علی خامنه ای برای نابودی اسرائیل استناد شده است. این روزنامه چاپ لندن روز جمعه با انتشار این گزارش نوشت حامیان رژیم ایران در راپیمایی های حامیان فلسطین در لندن در پی درگیری جاری در غزه شرکت کردند. در همین رابطه و در بلوفی دیگر سید عباس موسوی سفیر جمهوری اسلامی در آذربایجان به اظهارات همتای اسرائیلیش به تندی پاسخ داد و گفت که حماس برای مقابله با اسرائیل کافی است و اگر روز ایران مداخله کند این بار به جای رودنیل در مدیترانه دفن خواهید شد. جورج دیک سفیر اسرائیل در آذربایجان پیش از این گفته بود که ریشه تنش در خاورمیانه تمایل ایران برای نابودی اسرائیل است اما آنها میترسند و خودشان این کار را انجام نمیدهند و ترجیح میدهند این کار را از طریق پیاده نظام خود انجام دهند همچنین در خبری مهم و مرتبط دیگر اعضای مجلس نمایندگان آمریکا با اکثریت آرا از هر دو حزب اصلی این کشور طرحی را برای تقویت تحریم‌های نفتی علیه جمهوری اسلامی به تصویب رساندند مایک لاولر نماینده جمهوری و جراد مسکویت نماینده دموکرات در بیانیه نوشتند که این تر پیامی روشن و قوی به عوامل بدی مانند چین، روسیه و دیگران میفرستد که به ایران کمک نکنید، از تحریمها دوری کنید و به آنها در تامین مالی تروریسم کمک نکنید یا با عواقب آن روبرو شوید. با وجود اعمال تحریم های ایالات متحده بر نفت ایران به دلیل برنامه هسته‌ای تهران صادرات نفت خام ایران در حال افزایش است. از سال 2021 تا کنون ایران درآمد نفتی خود را 80 میلیارد دلار بیشتر کرده است. داده های موجود حاکی از آن است که صادرات نفت خام ایران در ماه سپتامبر حدود 1.5 میلیون بشکه در روز بوده و به بالاترین حد خود در بیش از چهار سال گذشته رسیده است. بیش از 80 درصد نفت صادراتی ایران به چین ارسال شده است. منتقدان بایدن میگویند این پول به وسیله سپاه پاسداران برای تامین مالی حماس، حزب الله و سایر گروههای شبه نظامی در منطقه استفاده شده است. برخی بر این باورند کنار گذاشتن سیاست فشار حداکثری دونالد ترامپ علیه جمهوری اسلامی برای آمریکا گران تمام شده است. افشای پشت پرده اتفاقات اخیر در منطقه جمهوری اسلامی و روسیه بازیگردانان حمله حماس به اسرائیل جمهوری خواهان منتقد کمک نظامی ایالات متحده به اوکراین میگویند هیچ ارتباطی بین حمله نظامی روسیه به اوکراین و جنگ در اسرائیل وجود ندارد والستویت جورنال در گزارشی نوشت منتقدان کمک نظامی آمریکا به اوکراین تحولات راهبردی سال گذشته یعنی اتحاد نظامی عمیق بین تهران و مسکو را نادیده میگیرند اتحادی که منافع ایالات متحده را در منطقه تهدید می‌کند وال جورنال پیشتر در گزارشی با استناد به منابع اطلاعاتی ایالات متحده نوشت که گروه مزدوران جنگی واگنر نزدیک به دولت روسیه در حال برنامه ریزی برای ارسال سامانه دفاع هوایی به حزب الله لبنان است. با شدت گرفتن حملات هوایی و زمینی اسرائیل به غزه در هفته های گذشته، حزب الله از گروه های شبه نظامی مورد حمایت ایران تهدید کرده است که جبهه دومی را علیه اسرائیل خواهد گشود. چیزی که می‌تواند کار سامانه دفاع هوایی اسرائیل موسوم به گنبد آهنین را پیچیده تر کند. تجهیز حزب الله به سامانه دفاع هوایی روسیه از روابط نظامی فزاینده روسیه و ایران حکایت دارد. بنا به ادعای والستریت جورنال، جمهوری اسلامی سال گذشته ارسال پهپادهای شاهد به روسیه را آغاز کرد تا مسکو در حمله به شهرهای اوکراین از آن بهره شود. تهران این ادعا را رد کرد و میگوید پهبادها را پیش از حمله روسیه به اوکراین در اختیار مسکو قرار داده است. به گزارش وال استریت جورنال، تهران در حال حاضر به ساخت کارخانه پهباد در شهر یلابوگا واقع در تاتارستان روسیه کمک می کند. این کارخانه قرار است هزاران پهباد برای استفاده نظامی تولید کند. وال استریت جورنال ماه آوریل در گزارشی با استناد به منابع مطلع در خاورمیانه نوشت ایران در شش ماهه پیش از آن بین نوامبر 2022 تا آوریل 2023 بیش از 300 هزار گلوله توپخانه و یک میلیون فشنگ به روسیه تحویل داده است. برای غرب این نگرانی وجود دارد که ایران با در اختیار داشتن بزرگترین ذراتخانه موشکی خاورمیانه میانه میتواند روسیه را در تأمین ذخایر نظامی رو به کاهش خود کمک کند. والسری جورنال در یادداشتی که به نام هیئت تحریریه این روزنامه منتشر شده است، هدف مشترک بزرگتر روسیه و ایران را بیرون راندن ایالات متحده از خاورمیانه میداند روسیه و ایران چند سالی است که برای حفظ حکومت بشار اسد در سوریه با یکدیگر همکاری دارند دامنه این همکاری به فشار بر نزدیک به 900 سرباز آمریکایی مستقر در آن کشور هم رسید است این روزنامه با استناد به داده های مؤسسه مطالعات جنگ در واشنگتن می نویسد روسیه ایران را در سوریه کمک اطلاعاتی کرده است تا با هدف بیرون راندن آمریکا از این کشور آزار و اذیت سربازان هواپیماها و پهپادهای آمریکایی را افزایش دهد گفته می شود در سال جاری دست کم 17 کامیون سلاح در اختیار شبه نظامیان مورد حمایت ایران در این کشور قرار گرفته است بر اساس رویکرد کارانه در انزوا طلبی منافع کشورها وقتی به بهترین شکل تامین می شود که از امور کشورهای دیگر فاصله بگیرند از این رو ایالات متحده باید اجازه دهد قدرت مانند روسیه و ایران بر مناطق پیرامون خود تسلط پیدا کنند بر این اساس چنانچه ایالات متحده از آن مناطق عقب نشینی کند آنها نیز کاری به کار آمریکا نخواهند داشت والستری جورنال با انتقاد از این رو کرد و با استناد به تجربه اوکراین و اسرائیل نتیجه میگیرد که این قدرتها از وضعیت موجود راضی نیستند و میخواهند امپراتوری های خود را گسترش دهند و همسایگان خود را زیر سلطه بگیرند و در مورد اسرائیل آن را نابود کنند. این روزنامه در پایان یادداشت خود پیروی آمریکا از روی کرده انزوا طلبی را حماقتی راه بردی می داند و می نویسد با توجه به همکاری مشترک دشمنان آمریکا تسلط روسیه بر اوکراین به ولادیمیر پوتین فرصتی برای کمک بیشتر به ایران در رویارویی با اسرائیل خواهد داد. همراهان عزیز و گرانقدر به پایان این برنامه خبری از آوای ایران رسیدیم. تیم خبری ما با تحلیل های بروز و دقیق سعی در آگاه سازی و حل کردن مسائل پشت پرده روز برای شما همراهان عزیز رو داره. بالای کردن این ویدیو و همچنین نوشتن دیدگاه خودتون در ارتباط با این اخبار یاری رسان تیم خبری آوای ایران باشید. شب بر خوش پاینده ایران